دربهای سوریه رو به روی حوزه علمیه قمباز و از برنامه‌های نشر تشیع در سوریه پشتیبانی کرد. این سیاستی بود که حافظ اسد برای رسمیت دادن به مذهب خودش که علوی بود اجرا کرد تا حوزه علمیه علوی‌ها رو به عنوان جزئی از شیعه بپذیرند. اما حکومت ایران چگونه از این سیاست استفاده کرد تا ایدئولوژی ولایت فقیه رو در سوریه بست بده؟ حافظ اسد سال 1970 پس از به قدرت رسیدن در سوریه تلاش کرد که فتوایی مبنی بر اینکه علوی‌ها جزئی از شیعیان اثناعشری هستند از ایرانیان یا لبنان صادر بشه. در سال 1975 حافظ اسد از حسن مهدی شیرازی که از کشور عراق فرار کرده بود استقبال کرد. او اولین حوزه علمیه شیعه در سوریه را تأسیس کرد، در سوریه‌ای که تنها 1% شیعه داشت. این حوزه بعدها به حوزه زینبیه معروف شد. سال 1981 مؤسسه مرتضی با هزینه حکومت ایران تأسیس شد. این مؤسسه در پوشش کمک‌های انسان دوستانه به نشر عقیده حوزه در سوریه می‌پرداخت. در سال 1983 حافظ اسد فعالیت‌های این مؤسسه به دلیل فعالیت‌های سیاسیش رو متوقف کرد. بعد از مرگ حافظ اسد حکومت ایران برنامه‌های خودش رو گسترش داد. حکومت ولایت فقیه با بودجه‌ای که از جیب مردم ایران تأمین میشه مرکز بزرگ لازقیه رو در سال 2006 تأسیس کرد و روز به روز بودجه بیشتری برای فعالیت‌های این مرکز اختصاص داد، تا اینکه الان به یک مجتمع مذهبی شامل 7 مدرسه و 50 حوزه شیعی تبدیل شد. امروز از جیب ما ایرانی‌ها 69 حوزه علمیه و 500 حسینیه در سوریه فعالیت می‌کنه که به شیعیان جهت طلبگی یا عزاداری و سینه‌زنی سرویس میده. حوزه علمیه زینبیه در دمشق سومین حوزه علمیه مهم بعد از حوزه قم و نجف شمرده میشه. شاید به این دلیل بود که ولی فقیه دوم حکومت اسد رو با چنگ و دندون نگه داشت. اما آیا ما ایرانی‌ها باید هزینه‌های شیعه گستری حوزه رو متحمل بشیم؟